به نظر من اتحاد مهمترین چیزه. اوائل حتی قبل از اینکه من باهایی بشم، ما به این نتیجه رسیدیم که باید به یه نقطه مشترک برسیم، به خصوص وقتی که بچه دار شدیم. قبلش من یه جور فکر میکردم و اون هم جور دیگه ای و با هم کنار میومدیم. ولی فکر میکنم این اتحادی که ما در دینمون به این شدت بهش معتقدیم خیلی اهمیت داره. من بابکم، در ایران متولد شدم. پدر و مادر و خواهرم در سال 1976 به آمریکا مهاجرت کردند، یعنی کمی قبل از انقلاب، و من اون موقع تو آمریکا وارد دبیرستان شدم. اسم من تیناست. من در آمریکا به دنیا آمدم و بزرگ شدم. والدینم مهاجرین پاکستانی بودند که در سال 1959 به این کشور اومدن. پدر من با شرکت FMC کار میکرد، یعنی از اونا ماشینالات کشاورزی برای ایران میخرید و به خاطر همین میدونست که آمریکا چه جور جاییه و چه امکانات تحصیلی اونجا هست و این چیزی بود که برای ما میخواست و این فداکاری رو به خاطر ما کرد. پدرم تصمیم گرفت که بچه هاش رو تو مملکتی بزرگ کنه که امکانات تحصیلیش به مراتب بهتر از ایران بود. من توی خانواده مسلمان بزرگ شدم. توی شهر کوچیکی که نه مسلمان دیگه ای توش بود و نه پاکستانی دیگه ای، و این خیلی سخت بود که در آمریکا بزرگ بشی و بخوای با فرهنگ آمریکایی همسانی داشته باشی، در حالی که توی یه خانواده سنتی شرقی هستی. به خاطر همین همیشه چالش هایی بود، ولی خب میشد باهاش ساخت. فقط باید مثل همه مهاجرای دیگه این مملکت خودت رو با شرایط هماهنگ میکردی. تفاوت های فرهنگی زیادی بود، گرچه اون موقع ایران خیلی رو به رشد بود، ولی با این حال تفاوت های زیادی بین چیزهایی که من در ایران و اروپا دیده بودم با اون چیزی که در آمریکا میدیدم وجود داشت. یک کمی تنظیم لازم داشت، ولی باید بگم اومدن از یه فرهنگی که شما در دامان خانواده بزرگ میشین و رشد میکنین، این تغییر رو بسیار آسان تر میکنه. من و بابک در دوران رزیدنسی آشنا شدیم، وقتی که در بیمارستان دانشگاه استنفورد درس میخوندیم. بابک یه سال از من جلوتر بود و من با کایزر بودم و یه دوره‌ای بود که باید چند ماه در بیمارستان دانشگاه استنفورد میگذروندم. ما هر دومون پزشک آماده بودیم و اولین بار اونجا همدیگر رو دیدیم. اونجا یه کمی با هم آشنا شدیم، ولی باید بگم که اون در همون نگاه اول عاشق من شد یا جذب من شد، ولی برای من یه کم طول کشید. من و تینا در دوره رزیدنسی با هم آشنا شدیم. من اون موقع رزیدنت بودم و یه سال از تینا جلوتر بودم. تینا هم دوره گردشی داشت که اون موقع در استنفورد بود. ما کشیک بودیم و بعد از اینکه کشیکمون تموم شد با هم صحبت کردیم. زیاد با هم برخوردی نداشتیم، ولی تینا جذاب بود. دختر خوشگلی بود و یه خنده خیلی قشنگ داشت و چشمانش هم آدم رو جذب می‌کرد. واقعاً چشمای قشنگی داشت. بیشتر که با هم کار کردیم، من دیدم که رزیدنت بسیار خوبی بود و خیلی به کارهایی که می‌کرد توجه داشت. به بیمارا اهمیت می‌داد و این برای من خیلی جالب بود. رزیدنت‌های دیگه‌ای هم بودن که می‌گفتن بابک از تو خوشش میاد، ولی خیلی سیستم قدیمی است و خیلی از دخترها دعوت نمی‌کنه که با هم برن بیرون. تو باید دعوتش کنی. خب منم همین کارو کردم و ازش دعوت کردم با هم بریم سینما. همین. این نهایت شجاعت تینا بود که از من دعوت کرد با هم بریم بیرون و خیلی خوشحالم که این کارو کرد. چون اگر این کارو نکرده بود نمیدونم آیا من این کارو میکردم یا نه.
به هر حال هر اتفاقی یه حکمتی داره و این هم مستثنا نبود. ما یه 5 ماهی با هم بیرون می رفتیم قبل از اینکه از من تقاضای ازدواج کنه. روز تولد من منو برد به یه رستوران خیلی خوب توی سان فرانسیسکو و ازم تقاضای ازدواج کرد و 3 ماه بعد هم با هم ازدواج کردیم. من بهش گفتم توجه من به تو فقط به خاطر این نیست که تو رو بشناسم. من میخوام ببینم که آیا این امکان وجود داره که ما بقیه عمرمون رو با هم بگذرونیم و ازدواج کنیم. من فکر میکردم که با این حرف ممکنه عقب بکشه، ولی جا نزد و این اتفاق خیلی خوبی بود. بابک خیلی جنبه‌های خوب داره. مهربون و باهوشه، دوست داشتنیه و شوهر خوبیه و پدر فوق‌العاده‌ای هم هست. خیلی باشعوره، خیلی چیزهای دیگه‌ای هم هست. هر جا میره به خاطر شخصیت و رفتارش خیلی‌ها رو جذب خودش میکنه. خیلی چیزها به من یاد داده از زندگی، از دیانت باهایی، از فرهنگ ایرانی. من کلمه پیدا نمی کنم وگرنه همینطور می تونم ادامه بدم و از شخصیتش بگم. بابک هم زیبایی درونی داره و هم بیرونی. تینا از نظر ظاهری بسیار زیباست، ولی مهمتر از اون روح زیبایی هم داره. خیلی مهربونه. مردم میبیننش و ازش خوششون میاد. مثال بارزش خود من. دیدمش و عاشق شدم. تینا آدم فوق‌العاده ایه. من خیلی خوششانسم که اونو تو زندگیم دارم. اون تقریبا همه چیز منه. تنها کسی که میتونه منو درک کنه تیناست. مادر بچه های منه و به من کمک میکنه که اونا رو بزرگ کنم. البته بیشتر خودش به تنهایی این بار رو به دوش میکشه، چون من سرم با کار خیلی شلوغه. من بهش با تمام وجودم اعتماد دارم. یه چیزایی در طی زمان عوض شده و پیوندها قوی تر و قوی تر شده. در ابتدا چیزی که ما رو به هم پیوند میداد این بود که شغل مشترکی داشتیم و موضوعات جالبی داشتیم که در موردشون با هم حرف بزنیم. بابک در ایران به دنیا اومده بود و بزرگ شده بود و من این رو درک میکردم. و من هم که در آمریکا به دنیا اومده بودم و اون هم متوجه این موضوع بود. و این نقاط فرهنگی مشترکی هم داشتیم از نظر خانوادگی. بعد در طی زمان چیزی که باعث محکم شدن این پیوند بود مذهبمون بود. وقتی ما با هم عروسی کردیم من مسلمون بودم و اون باهایی بود. ولی به مرور یاد گرفتن در مورد دیانت باهایی و اینکه تصمیم گرفتیم بچه هامون رو با آداب باهایی بزرگ کنیم و چیزایی از این قبیل باعث قوی تر شدن پیوندمون شد. Morality and ethics and things of that sort are very very key and those beliefs. اخلاقیات و قوانین اخلاقی و چیزهای از این قبیل خیلی کلیدی هستند. این اعتقادات ما رو به راهی که باید بریم و بچه هامون باید درش باشن هدایت میکنن و ارتباط ما رو هم تحت شعاع قرار میدن. صرف نظر از اینکه ما عاشق هم هستیم و پیوندی با هم داریم، اعتقاداتمون در ارتباط ما نقش کلیدی دارن. چون پدر و مادر من مسلمان بودن، برای من خیلی مشکل بود که با یه غیر مسلمان بخوام ازدواج کنم. اونا معتقد بودن مسلمان باید با مسلمان یا اینکه با یه مسیحی یا کلیمی ازدواج کنه و این دین باهائی رو شامل نمی‌شد. ما نزدیک شیکاگو زندگی می‌کردیم و اونا به خاطر اینکه معبد باهائی اونجاست در مورد دیانت باهائی می‌دونستن، یعنی چیزایی در موردش خونده بودن. پدرم آدم روشنفکری بود و مادرم یه کمی کمتر. اونا مدت زیادی تو این مملکت بودن. اونا می‌خواستن مطمئن بشن که این برای من تصمیم درستیه. من اون موقع 29 سالم بود و به خاطر همین یه کمی هم از سن ازدواج از نظر اونا رد شده بودم. و فکر کنم این خیلی کمک کرد. چون تا اون موقع همش گفته بودم نه نه نه. و حالا اونا بالاخره یه کم خیالشون راحت شده بود که دیگه راضی شدم شوهر کنم. گفتن خب حداقل داره ازدواج میکنه. She's getting married at least she's
getting married, you know. They kind of had a sense that maybe that's coming because Tina and I became a little bit more serious and we started spending more time together and my parents recognized that اونا یه حدسایی زده بودن که این اتفاق داره میفته. چون من و تینا جدی‌تر شده بودیم و وقت بیشتری رو با هم می‌گذروندیم. و پدر و مادر من فهمیده بودن که ما به هم علاقمندیم. وقتی بهشون گفتم که قصد دارم با تینا عروسی کنم، مادرم خیلی خوشحال شد و گفت که من فقط خوشحالی تو رو میخوام و این تصمیم توئه که چطور تو زندگی شاد باشی. پدرم اوایلش یک کمی شک داشت و معتقد بود چون تینا از یه فرهنگ و مذهب مشترک نیست، مشکلاتی وجود خواهند داشت. ولی در عین حال دید که من و تینا همدیگر رو دوست داریم و اون باهایی که اون بود کلی در این مورد دعا و مناجات کرد و بعد از اون ذهن و قلب بازی نسبت به این ازدواج داشت و ما اجازه و دعای خیرشون رو برای ازدواج گرفتیم. من والدین بابک رو قبل از اینکه اون پدر مادر منو ببینه ملاقات کردم. چون اونا خیلی نزدیک ما زندگی میکردن و احساس من این بود که از من خوششون اومده. من هیچ وقت با اونا مشکلی نداشتم. به گذشته که نگاه میکنم، من یادم نمیاد که در زمان نامزدی و ازدواج اختلافی با اونا داشته باشم. بابک ممکنه بیشتر از من بدونه البته. پدر و مادر بابک آدمای دوست داشتنی هستن. من خیلی دوستشون دارم. 2 سال باهاشون زندگی کردم. بعد از ازدواجمون بابک برای یه دوره‌ای دور از ما بود و اونا خیلی با من مهربون بودن. They're very nice people. The religious culture that we've been able to develop has been very very helpful. It has allowed us to surmount a lot of difficulties in our lives as well by فرهنگ مذهبی که ما در خودمون رشد دادیم خیلی به ما کمک کرد. که بعد از ازدواج و با توجه به هدایت‌های مذهبی بر مشکلات زیادی فائق بیاییم. زمانی که تینا مسلمون بود و هنوز باهایی نشده بود، تعالیم اسلام به اون خیلی در تصمیم گیری‌هاش کمک کرد و تعالیم دیانت باهایی هم به هر دوی ما کمک کرد. چه زمانی که 2 نفر بودیم و چه زمانی که بچه هامون رو می‌خواستیم تربیت کنیم که افراد مفیدی برای جامعه باشن و انسان‌های خوبی بار بیان. Good members of society that they contribute to society and that they are good human beings as well. The cultural differences. تفاوت‌های فرهنگی همیشه مشکلاتی به وجود میارن. ولی این مشکلات معلوم نمیشن تا وقتی که شما بچه دار بشین و تصمیم به اینکه بچه‌ها رو چطور باید بزرگ کرد. ما می‌خواستیم بچه‌ها رو به شیوه باهایی بزرگ کنیم. این چیزی بود که وقتی با هم عروسی کردیم توافق کردیم. چه من باهایی بشم یا نه. که از نظر من اشکالی نداشت. و اون موقع اونقدر در مورد دیانت باهایی و بزرگ کردن بچه‌ها می‌دونستم که از نظر من اشکالی نداشت. With me. The beauty of the Pakistani culture is that whenever I قشنگی فرهنگ پاکستانی اینه که هر وقت من یکی از خانواده و فامیل تینا رو میبینم بخش ارتباط اجتماعیشون واقعا فوق‌العاده است. یعنی همیشه دارن میگن و میخندن و با هم شوخی میکنن و این دیدنش خیلی جذابه و انرژی مثبت میده. Playing pranks on each other and things of that sort and that's very attractive to see and it's very affirming. The Persian culture is very attractive. It's a very rich culture. فرهنگ ایرانی خیلی جذابه، فرهنگ غنیه. ایرانی‌ها آیین‌های مختلفی دارن، مثل نوروز، سال جدید و چیزهای مربوط به اون. غذا فوق‌العاده است و مردم خیلی مهمان نواز و مهربون. همیشه دعوتت می‌کنن و بسیار نازنین هستن. Of course we've had fights. We've had some serious issues and some serious fights. Who hasn't? But again, the point being that معلومه با هم اختلافایی داشتیم. گاهی خیلی مشکلات جدی هم داشتیم. کی نداره. ولی باز نکته اینه که ما تونستیم ازشون بگذریم و حلشون کنیم که مستلزم فداکاری از جانب 2 طرفه و چیزی نیست که 1 طرفه به نتیجه برسه. چون 1 طرفه که بشه ارتباط آسیب میبینه. دیگه چی؟ تو به چی فکر میکنی عزیزم؟ آره قطعاً همینه. باید کنار بیای و تلاش کنی و این نیاز به مشورت داره. باید بشینین با هم صحبت کنین که آیا این برای زندگی خوبه، برای ما 2 نفر خوبه، برای بچه‌ها خوبه.
ما البته هیچ وقت موردی نداشتیم که بخوایم فریاد بزنیم، ولی باید با آرامش این کار را انجام داد که راه حل پیدا کنیم. خیلی مهمه. Screaming or anything like that, but you know you have to do it in a very calm way, you know, to try to figure out if that's important. You have to really love that person, and I think I mentioned it before, to oversee the faults that the other person has. Because that's the basis of. تو باید واقعا طرف مقابلت رو دوست داشته باشی. من فکر کنم قبلا هم گفتم باید در ازدواج و پیوند دید وسیع داشت و بعد عشق باعث میشه که همه چیزهای دیگه درست بشه. All the other things, you know, that help make it work. No, I agree. I think love is very important. And one of the other things that I want to add, you said one thing, but I think من موافقم. به نظر من عشق بسیار مهمه. یه چیز دیگه ای که من میخوام اضافه کنم، تو گفتی یه چیز، ولی چیزهای زیادی هستن که نقش بازی میکنن. حس احترام متقابل یکی از اوناست. اگر شما توان این رو نداشته باشی که نقطه نظر کس دیگه ای رو بفهمی، اون وقت ارتباط شما، حالا چه در ازدواج و یا ارتباط دیگه ای، موفق نخواهد بود. شما باید تفاهم داشته باشی. همیشه نمیتونین اون چیزی رو که میخواین داشته باشین. و عشق پایه این احترام متقابله. و اگر احساسی نسبت به طرف مقابلتون داشته باشین، بیشتر میخواین که به عقایدش احترام بذارین و روشون حساب کنین. Then you are more willing to go ahead and respect their opinion and see what it is that they're trying to do. به نظر من حرف آخر رو زدن نشونه ایگوه و این چیزیه که از این معادله نمیتونیم درش بیاریم. باید مشورت کرد و این خود رو رها کرد تا تصمیم درست باشه. و باید این رو به بچه‌هامون هم یاد بدیم، وگرنه برای اونها هم وقتی به این مرحله برسن مشکل خواهد شد. ما طی یه فرایندی یاد گرفتیم و به همون ترتیب باید به اونا یاد بدیم که نباید روی عقایدمون تعصب داشته باشیم.